چی چجوری درست میشه؟ قسمت 16 عسل. سلام، اسم من چی چجوری درست میشه است؟ هر بار که میام پیشتون قراره یاد بگیرین یه چیزی چجوری درست میشه، مثلا عسل. امروز قراره در مورد یه چیز شیرین و مقوی و خوشمزه حرف بزنیم که برای آدمها خیلی مفیده، به رشد بچه ها خیلی کمک میکنه و گاهی حتی به عنوان دارو ازش استفاده میکنن. عسل یه ماده قندیه که زنبورهای عسل درستش میکنن. اینجوری که زنبورهای کارگر، یعنی اونا که کارشون درست کردن عسله، تو فصل بهار که گلها شکوفه میزنن میرن سراغ گلها و شهد اونا رو توی یه کیسه کوچولو که تو بدنشون دارن جمع میکنن. چجوری؟ با زبون درازشون که شبیه خورتومه. بعدش برمیگردن به خونه هاشون که اسمش کندوه و پر از اتاقهای شش ضلعی کوچولو کوچولوه. برگشته اونا به کندو معمولاً نیم ساعت طول میکشه و تو این فاصله شهد توی دلشون تبدیل به عسل میشه. چجوری؟ خب بدن زنبور یکم از آب شهد رو جذب و مواد دیگه‌ای به شهد اضافه میکنه که باعث میشه شهدا غلیظ بشن. وقتی به کندو رسیدن، شهد گلهایی که جمع کردن رو تو اون اتاقای شش ضلعی که بهتون گفتم ذخیره میکنن و دوباره برمیگردن سراغ گلای دیگه و این کار رو بارها و بارها تکرار میکنن و خسته هم نمیشن. زنبورای دیگه که تو خونه میمونن کارشون اینه که مدام بال بزنن تا آب بیشتری از شهدها تبخیر و شهد باز هم غلیظ‌تر بشه. هر بار که یکی از اتاقها با شهد پر میشه، زنبورها درش رو با موم میبندن و میرن سراغ اتاق بعدی. زنبورهای کارگر تو هر پرواز نزدیک به 10 قطره شهد جمع میکنن و اگه بخوان 1 کیلوگرم عسل تولید کنن، به حدود 3 کیلو شهد احتیاج دارن. فکر میکنین چند تا زنبور و چند تا گل لازمه برای اینکه اینقدر شهد جمع بشه؟ میدونم باورتون نمیشه، اما نزدیک به 20,000 زنبور و 4 میلیون گل. تازه از اون عجیبتر این که زنبورها مجبورن مسافتی برابر 3 دور چرخیدن دور زمین رو برای تولید 1 کیلو عسل طی کنن. فکرشو بکنین، 3 بار دور زمین. اینو یادم رفت بهتون بگم که گلهای زیادی وجود دارن که شهدشون برای عسل شدن مناسبه و همین تنوع باعث شده تا ما عسلهای طبیعی با رنگ و بو و مزه متفاوتی داشته باشیم. دانشمندا فهمیدن که حداقل 150 میلیون ساله که موجوداتی به نام زنبور عسل در جهان زندگی میکنن. یعنی از همون اولا زنبورا بودن. اما آدم‌ها نزدیک به 10,000 سال پیش فهمیدن عسل چیه و چقدر خواص خوب داره و تا قبل از اون زنبورها دوست هیچ انسانی نبودن. اما بعد از اون که برای اولین بار آدم‌ها کندوی عسل وحشی رو توی جنگل‌ها پیدا کردن و بهش ناخونک زدن و فهمیدن زنبورها تو کندوهاشون چیز خیلی خوشمزه‌ای دارن، با زنبورا دوست شدن. البته اینو بگم که کندوهای اون موقع از نوع وحشی بودن و زنبورهای عسلش هم خیلی عصبانی. به همین خاطر حسابی از خونشون محافظت میکردن و هر موجودی که به کندوشون نزدیک میشد رو نیش میزدن که دیگه فکر خوردن عسل به ذهنش نرسه. آدم ها سالها پیش اونقدر تلاش کردن که راهی پیدا کنن و ببینن توی اون کندوهای قلمبه چی برای خوردن پیدا میشه که آخرش موفق شدن. برای آدم های نخستین که اون موقع ها شیرین ترین چیزایی که امتحان کرده بودن میوه بود، عسل حکم معجزه داشت.
هرچند برای هزاران سال تنها راهی که آدم‌ها داشتن این بود که تو جنگل بگردن و کندوهای زنبورهای وحشی رو پیدا کنن و با هر سختی که میشد به عسل‌هاشون برسن. اینم بگم که فقط آدم‌ها نبودن که عاشق عسل شدن. خیلی از حیوانات هم عسل دوست داشتن و به دنبال پیدا کردن این کندوها همه جا سر می‌زدن. رابطه انسان و زنبور اونقدر طولانیه که باستانشناسا روی دیوار غارها هم نقش کوزه عسل دیدن. آدم‌ها کم کم به این نتیجه رسیدن که دیگه خسته شدن بس که دنبال عسل تو جنگل‌ها گشتن. واسه همین تصمیم گرفتن یه کاری کنن که عسل همیشه در دسترسشون باشه. چی کار؟ زنبورداری. بله، درست شنیدین. زنبورداری. تاریخ میگه اولین باری که زنبورداری به وجود اومد نزدیک 3000 سال قبل و توسط مصریان باستان بود. اونا در یه منطقه خوش آب و هوا و پر از گل یه چیزی شبیه به تنه درخت نزدیک خودشون درست کردن که خونه زنبورها بشه. اینجوری نه تنها همیشه عسل طبیعی داشتن که حواسشون به کندوها هم بود که یه لقمه چرب حیوانان نشن. به این روش زنبورداری سنتی میگن. کارل بزرگ امپراتور اروپا اولین کسی بود که زنبورستان درست کرد و تازه دستور داد همه مزرعه ها باید کندو برای تولید عسل داشته باشن. فکر کنم خیلی به عسل علاقه داشته. کم خیلی ها به تحقیق در مورد زنبور عسل و فرایند تولید عسل علاقه مند شدن و سال 1609 میلادی بالاخره یک نفر سر در آورد که تو کندوها چه خبره. اون یه نفر باتلر، پژوهشگر انگلیسی بود که فهمید تو کندوها یه زنبور ماده وجود داره که بهش میگن زنبور ملکه. یکی از کارهای مهم زنبور خانم آوردن بچه است. یادتونه بهتون گفتم زنبورای اصلی که برای شهد جمع کردن میرن زنبور کارگرن؟ اونا همشون زنبور ماده هستن که اندازشون از زنبور ملکه خیلی کوچکتره. بازم یادتونه گفتم بعضی زنبورها هم توی خونه میمونن و با بال زدن باعث میشن عسل غلیظ بشه؟ اونا زنبورای نر هستن. تا یادم نرفته کار مهم دیگه‌ای که زنبور ملکه می‌کنه ایجاد اتحاد بین باقی زنبورهاست. خب برگردیم به زنبورداری. فرانس هوبر سوئیسی که سال 1750 متولد شد و از دو چشم نابینا بود اولین کسی بود که زنبورداری رو متحول کرد. او با همکاری مستخدمش تونست اولین کندو با قاب‌های متحرک بسازه و از اینجا بود که زنبورداری نوین متولد شد. اولین مدرسه زنبورداری هم همون سالها در کشور اوکراین به راه افتاد. یکی از تفاوت‌های مهم زنبورداری سنتی و مدرن نوع کندوییه که برای زنبور درست میشه. یکی دیگرش هم نحوه جدا کردن عسل از مومه. آدم ها به این فکر افتادن که یه وسیله درست کنن که باهاش بشه عسل رو راحت تر از موم و کندو جدا کرد. و برای این راه حل چی بهتر از یه دستگاه گریز از مرکز که سرعت چرخشش باعث میشه عسل از موم جدا شه. این دستگاه سال 1865 میلادی توسط یک نفر در مجارستان ساخته شد. تا حالا زنبورستان از نزدیک دیدین؟ اگه ندیدین حتما این کار رو با همراهی بزرگتراتون انجام بدین. نترسین، زنبورها با وجود لباسهای مخصوص نیشتون نمیزنن. دیدن کندو از نزدیک بهتون کمک میکنه تا بهتر یاد بگیرین عسل چجوری درست میشه. یادتون نره اسم من چی چجوری درست میشه است. سب کنین تا چی بسازیم بهتون یاد بده چجوری یه کندوی زنبور عسل تزئینی با زنبوراش درست کنین. قبل از این که بریم سراغ درست کردن کار دستیمون میخوام بدونم خوب گوش کردین؟ خوب یاد گرفتین؟ اگه جوابتون بله است بگیم ببینم برای تولید 1 کیلو عسل چقدر شهد نیازه؟ سب کنین الان جواب ندین تا انتهای برنامه وقت دارین. الان وقت کاردستیه.
از درست کردن یک کندوی تزئینی زنبور عسل با زنبوراش. خب یادتونه سوال برنامه چی بود؟ این که به من بگین برای تولید 1 کیلو عسل زنبورها باید چقدر شهد جمع کنن؟ مطمئنم خیلیاتون درست گفتین. بله، برای 1 کیلو عسل نزدیک به 3 کیلو شهد لازمه. این رو هم فراموش نکنیم که کیسه داخلی هر زنبور عسل تو هر بار رفت و برگشت به گلزار فقط میتونه 10 قطره شهد با خودش به کندو بیاره. واسه همینه که زنبورهای عسل کارگر مدام در حال کارن تا برای زمستون غذا داشته باشن. البته انقدر کار میکنن که کلی عسل اضافه میمونه و آدم ها هم از این بابت خوشحالن. منتظرم بمونین تا برنامه بعدی که با هم ببینیم یه چیزی چجوری درست میشه. خدافظ.